صرف نمایش سی اجرا شد. اینکه همایون شجریان و اون برنامه موسیقی سنتی ایران رو خراب کرده مطرح می شد. چیزی رو که برای من خیلی مهم بود استرابی بود که در نسل جوان اون موقع به نظرم می دیدم. ترس از دورانی که درش به سر می بره. به نظر من این بچه هایی که تحصیل کرده های موسیقی و یا به هر صورتی در این رشته داشتند کار می کردن، این نسلی که حالا اصطلاحاً اسمش رو بذاریم نسل جوان، با یه مسئله بسیار پیچیده روبرو شده بود. اینکه چجوری جایگاه خودش و وضعیت خودش رو به عنوان یک هنرمند برای که به عنوان هنرمند شغل انتخاب کرده و اینکه چجوری حالا میشه تأمین معاش و گذران زندگیش رو از راه و رشته‌ای که واقعا در این دوران حالا اون دوران و این دوران خیلی مشکله رو باش روبرو شده و داره این رو مطرح میکنه. یعنی به نظرم مطرح کردن مسئله که همایون شجریان موسیقی سنتی رو خراب کرده پس این مسئله می رفت. در نتیجه جایگاه خود به نظرم به عنوان یک مقوله و بحث فلسفی اون روز برای من خیلی مهمتر از این نگاه تاریخی و بازگشت به گذشته، فتوای عارف قزوین علیه وزیری و غیره و غیره مطرح شد که اگر ما دورانی رو که در چیزی نزدیک 100 سال پیش در 1304 اگر مطرح میشد و میگفتیم که ببینید این اتفاق تازه‌ای نیست، در اون دوران بسیار سخت هم این اتفاق افتاده و بعد از گذشت 100 سال همچنان ما در این دوران به اصطلاح سینوسی کوسینوسی این جریان هنوز داریم سیر میکنیم و میتونیم با این نگاهی که حالا من اسمشو گذاشتم درآمدی به نسبت تاریخی موسیقی اکنون ایران، این نگرانی رو با یک نگاه پانورامیکتر در حقیقت یه مقدار آرامش ببخشیم. ولی خب واقعیت قضیه این بود که به نظرم امر آرمانی بودن هنر به عنوان ذات پاک و متعالی که بچه هایی که باش هنر رو شروع کرده بودن در کل با اون وجه صنعتگرایی هنر روبرو شده بود و اینکه بحث آفرینش هنری در برابر تولید هنری قرار میگه. حالا اینجا بحث آرمانگرایی هنر با وجه صنعتگراییش چجوری میتونه در کنار هم دیگه جور بیاد و بحث آفرینش هنری و با تولید هنری چجوری میتونه همزمان مطرح بشه، شاید لازم باشه بحث ترمینولوژیش رو یک مقدار باز بکنم.